بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لك الحمد يا إلهي، تفهمت أودية الهلاك وهلمت الشعاب التلف، تأرست فيها لسطواتك وبهلولها عقوباتك، وبسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ معك إلها، وقد فررت إليك بنفسي وإليك المفر المسيء والمفزوق المزيئ لعز نفسي الملتجئ. فكم من عدو انتزع علي سيف عدوته وشهد لي زبة مديته وأرحف لي شواهده ودافع لي قواطب سمومه. در دعای 44 که اوائل این دعا رو بیان کردیم بفرمودند که خدایا تو مهر میکنی و ما قهر، تو عطا میکنی و ما منع، تو دست میگیری و ما رها، تو خدایی میکنی و ما شیطنت، ما گناه میکنیم و شما ستاریت. تمام این عنایات و مهر و بزرگی که میکنی ما هنوز یاد نگرفتیم که بندگی کنیم، اطاعت فرمانت کنیم، و میدانیم هم که گذر ما در آخر به کوچه شماست. ان ربک لبالمرصاد. ولی با تمام این وجود آدم نمیشیم، باز اهل گناهیم، اهل شیطنتیم، اهل خرابی و افتضاع خودیم، مستیم ز علاق جسمانی، رسوا شده ایم، نمیدانیم. اما خدایا الان که یه سنی از ما گذشته، یک سری توجهات، یک سری امور مرا از خواب غفلت بیدار کرده، سیلی مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، مشکلات مادی، مشکلات معنوی، به کوزه شکسته وجودم خورده. دیدید کوزه که انسان میخواد بخره یه انگشتی بهش میزنه،
وضعیتش ملاحظه کنه، شکسته نشکسته. میگه خدایا کوزه وجودم این مشکلات بهش خورده، صداش در اومده. و متوجه شدم این کوزه توش هیچ نیست. فکر میکردم این کوزه وجودم توش خبریه، این مشکلات که بهش خورده. دیدید کوزه که میزنن صدای تو خالی میده؟ صدای تو خالیش بلند شده. و متوجه شدم که این مشکلات دو تا دیگه به هم بخوره خورد خمیر میشن. و متوجه شدم اگر بخوام تو پر باشم محکم و این مشکلاتم حجم نکنه، باید متمسک به شما باشم. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. الان متوجه شدم که کوزه وجودم در آستانه شکستنه. دیدید کوزه که شکسته به درد آب تو شیختن میخوره، نه به درد فروش میخوره، نه به درد نگهداری میخوره. پای ملتم میبرونه، باید جمعشم کرد ریختش بیرون تو زباله دون. درستم بشه دیگه قیمت اول نداره. یه سرما یه گرما از هم وامیره این چسبا. میخواد در آستانه شکستنم متوجه شدم که ریچم فقیرم، مشکلاتم فراوان مثل قطرات باران داره میاد. و فهمیدم اگر بخوام سالم بمانم باید فقراء الى الله باشم که تو غنی و حمیدی. الهی لک الحمد، خدایا تو رو صدایش میکنم. تقهمت و اودیت الحلاک، خدایا من خودم رو به ورطه هلاک انداختم. اینطور نیست که پرتگاه بیه جلو پا آدم، آدم میره طرف پرتگاه. دیدید انسان یه اتوبوس داره تو جاده میره، یه پرتگاه بیا جلویش؟ نه، اتوبوسه که میره جلو پرتگاه. میگه خدا یه ماشین وجودم بردم نزدیک دره هلاک. یعنی ظرف بزرگ، هلاکم یعنی نابودی. تقهم یعنی درفتادن. خودمون درفتان در انداختم، پرت گردم تو در ریه هلاکت. و حللت شعاب تلف، خودم رو در وسط کانون تلف قرار دادم که نه رو پس دارم نه رو پیش. تعرضت فی حال ستواتک، خودم رو سیبل عذاب تو قرار دادم. و به حلول ها عقوباتک، و آماده کردم که عقوباتت بر جانم قرار بگیره، این تیر عذابت به وجودم اصابت کنه. یه وقت خودم نگاه میکنم، خودم بررسی میکنم این نقشه جهان که میبینم،
خودم توش هستم نگاه میکنم که خودم در جای قرار دادم که محل عذاب و عقاب و بغض و سطعت و ناراحتی و خشم و کینه شما جای خوب نیستم، موقعیت خوبی ندارم. دیدید برخی ها میرن خونشون تو بیابونه میزنن، تو مسیل میذارن، تو گسل زلزله میگذارن، دانستی یا ندانستی؟ ایشون میگه خدا یاد من خانه وجودم گذاشتم، تو مسیل زلزله غضبت در موقعیت برخورد برق و عذاب خشمت، در مسیل کیفر الهیت همینش قرار دادم. اما خدایا من یه چیزی دارم که اون چیز خیلی گرانبهاست، شما به خاطر اون گرانبهایی از این کمبهایی هایی که کردم از من درگذر. وسیلت الیک التوحید، خدایا یه ریسبانی دارم برای نجات و اون توحیده، یعنی خدا من تو رو میپرستم، تو خدایی و جز تو خدایی نیست. و دریعتی انی لم اشرک بک شیئا، و ابزار نجاتم هم اینه که شریک بری تو قرار ندادم. تو خدا هستی، خدای احد و احد، همین الله، همین تو وجودم هست. خدا هست و خدا احد و واحد هست. ولم اتخذ معک الها، به خدایم در کنار تو نگرفتم، تنها هم دارم. تنها همینه دیگه، مابقی خرابیه. یک، موحدم، کافر و مشرک نیستم. دو، میدونم دارائیم هم همینه، وسیله هم همینه، ذریعه هم همینه. لذا خدایا اگر من میخوام از این مسیل و گسل و نزول عذابت یه چیزی چنگ بزنم به یه ریسوانی، فقط من به اینها چنگ بزنم. قد فررت الیک به نفسی، از خودم از این دشمنی که خودم در حق خودم میکنم، از این حیوان جرار نفسم خدایا به تو فرار میکنم، به سمت تو فرار میکنم. چرا به سمت تو فرار میکنم؟ چون میگم تو خدای منی، شریک برات قرار ندادم. سرمایه هم همینه، همین باعث میشه که از خودم فرار کنم به سوی تو، از شر خودم که چه کار کردم با خودم. و الیک مفر المسیء، و خدای تنها تو هستی که اگر بخواد یه گناهکار فرار کنه به سمت تو بیاد، به کجا بره دیگه؟ اگر بخواد یه گناهکار گناهش بخشیده بشه به کجا بره؟ و مفضوع المزیع لعزه نفسه الملتجه، و شما هستید که محل پناه برای کسی هستید که بهره در دنیا خودش زایه کرده، مزیع لحظ نفسه،
دستش هم بلند نگه خدا یا کمک الملتجه دنبال پناهگاه میگرده. میگه از شر خودم به شما پناه میگرم. کسی هم که میخواد فرار کنه، انسان گناهکاری که میخواد فرار بکنه و بخشوده بشه، باید به سمت شما بیاد. من همین کار میکنم. و شما هستید پناهگاه کسی که آبرو و عزت خودش از بین برده و تو این دنیا که میتونه بهرمند بشه از مواهب دنیا، که یکیش سلوک در مسلک رسول خداست. همه را از بین بردم، رفتم تو مسلک خودم، تو کوچه خودم میرم، تو محله خودم میرم، تو محله پیامبر نیستم، گر خودم میکنم. لذا به شما پناه میرم خدا. و خدا تنها دشمن من نفس من نیست، خدا یه دشمن زیاد داره. یکیش خودم، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، بالاترین دشمن خودتونید. مادر بتها بت نفس شماست، زن که آن بت ما رو این بت اجده هاست. خدایا اولین دشمن جناب خودم هستم. نه فکر میکنم، نه آینده رو میبینم، نه نگاه میکنم چی مناسبه. هر کی دلم میخواد، هر چی به عقلم میرسه، هر چی به شعور ناقصم میرسه، میگم این خوبه و برخیشم با پای اسلام و خدا تو میگذارم و دین میذارم و یا علی میرم شلو. میگه دشمن شما رو یک خدا شناختم، کیه؟ حضرت مستطاب خودم. شماره دو دشمنانی که بیرون هستن، دشمنان بیرونی، که اولینش ابلیس و شیطانه. انه لکم عدو مبین. و بعد جنودش هستن. بعد نگاه میکنم خدایا چقدر زیادن اطرافم، دشمن زیاده، تازه نفوذم کرده، تو خودم هم هست. اونی که تو خودم هم هست قوی تر از دیگرانه. یعنی اونی که آمده چکار کرده مملکت و وجودمو گرفته، تسخیر کرده وجودم، اون نیروی پیشقراول نیست، نه، قوی ترینه. قلب دشمنیه، آخر دشمنیه آمده تو وجود. ما بقی هم بیرونه. فکم من عدو بن انتظا علی سیف عدواته. خدایا چه بسیار زیاد دشمنانی که شمشیرشون ره از غلاف بیرون کشیدن برای من. و شهد لی زبد مدیته، و این زبی مدیه، این لبه تیز خنجرشون برای من تیز کردن. شهزه یعنی بران کردن. و ارحف لی شباه ده، و این نوک، این نوک شمشیرشون را برای من چکار کردن؟ سوهان کشیدن. و داف لی قواتل سمومه، سمهای کاریشون با آب آمیختن آماده کرده. و سدد نحوی سواعب سهامه، و تیرهای دشمنشون تو کمان گذاشتن، چلشو کشیدن، قلب مرا نشانه گرفتن. بلم تنم انی اینو حراسته،
یک لحظه هم این چشم رصدشون از من بر نمیدارن، چشم رو هم نمیگذارن، دقیق مواظب منن که من یک لحظه حواسم پرت بشه، خواب مرا بگیری، خواب غفلت، اونو از بین ببره. تو خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی، الله اکبر. مثلا اینطوری میشه، دشمن چشم رو هم نمیگذاره. فکر نکنید دشمنم شخص خاصیه، این آغاز اون آغاز اون آغاز، نه، تمام کسانی که عوامل میشن برای این که ما گناه بکنی دشمن ما هستن. هر کس چشم رو هم نمیگذاره. یک بار میرید شما خیابون، 10 تا عامل گناه غمده میکنه، اونم اینطور نیست که بیان شمشیر بردارن روی شما بیان، نه، با زیبایی میان، با جاذبه میان برای انجام گناه. آدم شمشیر کسی بر نمیداره، میگه گناه بکن، خیلی کمه. با جور دیگه میان، با شمشیر نرم میان جلو. و اذمر ان یصوم من المکروه، تو دل اذمر، تو دل اینها دارن طراحی میکنن که بلایی به روز من بیارن. و یجرعنی زعاق مرارته و زهر تلخ انحراف آماده کردند که جرعه جرعه به من بدند. فنظرت یا الهی الى ضعفی ان احتمال فواده و عجزی عن الانتصار ممن قصدنی به محاربته و وحدتی فی کثیر عدد بناوانی و ارصدلی بالبلا فی من لم اعمل فی فکری. میگه خدایا تو خودت به دادم رسیدی، فنظرت، این نگاهی به من کردی، دیدید که من رو تنها گیر آوردن، خودم هم ضعیف، از اون طرف کاری کردم نیروی دشمن منو تسخیر کرده، خودم هم خوشم یا گناه کنم. وقتی نیروی انسان، وجود انسان توسط هوای نفس تسخیر بشه، من خوشش میگه از اون طرف اینو دیدی، ان تبدو ما فی انفسکم اون تخفوها یا حسبکم به الله، خداوند حساب کرده، دیده خیلی ضعیف، خیلی خلابه، تو خودش رو بار آورده، با یه چرب و نرم، با یه نمیدونم جلوگری، با یکم پول، با یکم مقام، با یکم شهرت، با یکم شهوت، این زمین میخوره. این باطنم از اون طرف هم دیدید که توی میدان دشمنی دشمنان من، دشمنان من زیاد، هم بیرونی هم درونی، دیدید این قلعه درهای بزرگی داره، یه دی برج و بارهای بزرگی داره، می شما دیدید ما دیگه برج و بارهایی برامون نمونده، در چارتاخ شده، باز برج و باروها سقوط، محافظا همه تک پاره افتادن، دشمنم با اسب عذاب و اسب انحراف آمده تو وجود ما، داره میتازه، دشمنم محاصره کرده، یکی زر آماده میکنه، یکی تیر تو کمان میگذاره، یکی شمشیر تیز میکنه، یکی خنجر بران میکنه، یکی ادو و ادو آماده میکنه. ما هم این وسط تنها گیر کردیم، به نظر در خدایات این رو بایی کردیم.
الى ضعف احتمال فواده. دیدی که من خیلی ضعیفم، نمیتونم این مشکلات رو تحمل بکنم، مشکلات زیاده، خورد میشم. مشکلات انحرافی و گناه یک طرف، مشکلات زندگی هم یک طرف. میخوام اقتصاد سالم داشته باشم، میخوام سیاست سالم داشته باشم، میخوام اخلاق سالم داشته باشم. میبینم که همه این لنگ اینا هم هستن، منفیات حمله کرده. بخوام به سمت مثبتاتم برم توان نداره. شما دیدی که من مشکلات نمیتونم تحمل کنم. و عجزی عن الانتصار ممن قصدنی، و هر کس مرا قصد کرده که حمله بکنه و مشکلاتی که میخواد برام ایجاد بکنه، دیدید که من خیلی ضعیفم که بخوام پیروز برش بشم. شکست قطعیه. و وحدتی فی کثیر عدد من نوانی، در مقابل تعدادی که قصد من کردن و میخوان به هم حمله کنن و مشکلات، من عددی نیستم، عددی نیستم. و ارسدنی بالولا فی من لم اؤمن فیه فکری، و از اون طرف در مقابل اینها من نت قدرت دارم، توان دارم، بری از اون طرف دشمن ها رفتن یه دام هایی برام بند کردن. نبوهن فرس قدم بگذارم کارم تمامه. دیدید حیوانات تا از رونشون بیرون میان یکی استده اون بالا، لانه میاد بیرون، از زمین میاد بیرون میخورن، از آب سر بیرون بکنن خرس اونا رو خورده. میگه خدایا سرم بیارن بیرون، کارم تمامه. و عرصه بدی بلبلا فی منلم و امیل فی فکری، این شرائطم اینطوریه. شما اینم دیدید که وضعیتم هست. فبتدعددی به نصرک، خدایا بدونی که من بخوام، بدونی که من چیزی تو دستم باشه بیام، خدایا به خاطر این نمازه، به خاطر این نافله، به خاطر این قرآنه، به خاطر این کار خوب کردم، هرچی نگاه میکنم جز حقوق خودته. و ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفته، نه معرفتش بایسته داریم، نه عبادت بایسته انجام داریم. به قدرم گناه کردم که هرچی انجام دادم سوزندم. ولی خدایا تو باز وقتی حال مرا دیدی دلت رحم آمد. فابتدعتنی به نصرک و شددت عذری و قوتک، و این کمربند رو محکم کردی که در مقابل این دشمنا من چطور نشم کمرم نشکه. ثم فلمت لی حده، تیر دشمنان رو شکار کردی، کند کردی. و سیرته من بعد جمع عدید وحده، بلای برزشون رو بردی که جمعشون رو متفرق کردی. اینها خطهاشون زیاد بود، میخواستیم بشماریم زده بودنمون، ولی الحمدلله بلای برشون آوردی که رو قدیم نگاهی کنه میشماروشون یک دو سه چهار. شما زندگی خودتون رو ببینید، مشکلاتون میتونید بشماری، در حالی که کل جهان میتونه برای شماهای مشکل درست کنه. شما هر یه میلیون انسانی که روی کره زمین هست، یکیشون یه مشکل برای شما درست کنیم، چند تا مشکل میشه. ببینید الان امریکا داره مشکل برای جهان درست میکنه دیگه، برای کل مردم جهان مشکل درست میکنه. چند میلیون اینها برای جهان مشکل درست میکنه. حالا اگر جاهای دیگه هم مشکل درست میکنه، تو خودمون هم مشکل درست کنیم برای هم دیگه. هیچ شما ببینید چی برای شو یه نفر چند تا مشکل درست میشه. میگه مشکلات خیلی زیاد بود خدایا،
تو دیدی وضعیت اینطوریه، دشمنانمو یک به یک چیکار کردی؟ حواسشون پرت کردی، یکشون بردی اون طرف، یکشون بردی این طرف، یکشون بردی اون طرف، یکشون بردی اون طرف. حالا که نگاه میکنم میبینم الحمدلله میتونم مشکلاتمو بشمارم. یه 4-5 تا هستن، یه 10-12 تا هستن، بلکه هرچی سنتون بری بیشتر میشه، چون هر که بامش بیش، هر که سنش بیش مشکل بیشتر، هرچی قدم بیشتر بشه مشکلاتش بیشتر میشه. این طبیعیه. یه خوشبختانه دیگه شد میشمارم، سابق شد بود نمیشد بشماری، اگر رها شده بودن دشمنان نمیشد بشماری. ولی الحمدلله یه کاری کرده تو الان مشکلات میتونم بشمارم. و علیت کعب علی، کعب یعنی این بالای روی پا، میگه الحمدلله یه توانی دادید الان رو مشکلاتم میتونم کعب بگذارم، پام بگذارم، یعنی چیره بهش بشم، کنایه از اونه. به عنایت شما. و جعلت ما سدده مردودن علی، و اون تیری که به ما سمت ما پرتاب کردن، خدای تو کاری کردی این تیر برگشت به سمت خودشون. بنی امیه میخواستن حضرت ابا عبدالله و مکتب اهل بیت رو نابود کنن، خودشون نابود شدن. فردمته لم یشفقیده، تو این تیری که به سمت ما پرتاب کرده بودند تو کمانه دادی بهش، برگشت به سمت خودشون و میخواستن با نابودی ما مشکلاتی که برای ما دارن دلشون خنک بشه. دلشون که خنک شد هیچ، خنک نشد هیچ، جیگرشون هم خون شد. الان بنی امیه حیف توهین میکنن، هی عذاب میدن، هزار خورده ای ساله نام حسین میشنه و ناراحت میشه. اخیراً یکیشون گفته بود حسین چرا ربطی به ما داره، ولیمون بکنید، ایش حسین حسین میگی، خیلی ناراحت. خدا میگه حسین حسین بگید. میگن چه خبرتونه ای پیامبر پیامبر بگید؟ میگن بگید خدا خدا، چه کار پیامبر داری؟ خدا میگه رسول الله رسول الله رسول الله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خود خدا میگه من و ملائکه صلوات برش میفرستیم. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این هم که خدا خدا میگن به این خاطره که رسول الله رسول الله نگه کسی، علی علی نگه کسی، حسین حسین نگه کسی. و الا اگر خدا هم بگه حسین، این خدا هم قبول نداره. این کارو خدا ندارن، کار به نفس دارن. امام سنجاب این رویه رو دست ما میده که انسان در محیط زندگی سیبل مشکلاته. اگر با خدا باشه تمام تیرهای دشمنان که مانع میکنه به خودش، اما اگر با خدا باشه این دشمنی که در درون ما هست بیرون بکنیم، این گاوی که جنونه گاوی تو وجودمون گرفته بیرون بکنیم، اون وقت دیگه دشمن نداریم، دشمنی تحصیل میشه. گر همی خواهی حیات عیش خوش، گاو نفس خیش را اول بکش. یه خدایا اینو کشتم، بیرونم که اینم به توفیق خودشه، تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماکش کشش دیلی برد. من به سرپنجه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. هر کار خودش. میگه خدایا من وسط بیابون دنیا گیر کردم،
دشمن برج و باروم را فتح کرده، آمده در درونم، قلعه درونم، دشمنم بیرون الا ماشاءالله سواره بیاده، شمشیر، نیزه، سنگ، هر چه دستشونه برای عمله. همون من گفتم خدایا شما، الان متوجه شدم، فهمیدم دشمنه. گفتم خدایا اینه که گفتم وسیلتی و ذریعتی توحید هست، بندگی خداست، متوجه شدم از قاب خفلت بیرون آمدم، دستم به دست شما آمد، شما کمک کردی. حضرت زینب بده میگیم خودم دیگه، تو کربلا من تنها بودم دیگه، چقدر دشمن بود، تنها بودم. لیکن گفتم خدا شراعتم فراهم کردن، این تیر بنی امیه به سمت مکتب اسلام به خودشون برگرد، صاف به خلق خودشون نکو بنی امیه، همه از بین رفته. خدا من انشاءالله همین ما توفیقات عالی عنایت بکنه. زور آقای امام زمان تجلیل فرماید کسب فضائل و تف رضائل نصیب نگردانه، طول عمر و عزت اصحابت حضرت مهدی نصیب و خواه معظم رهبری بگردانه، علما و بزرگان به ویژه علما اخلاق بزرگانی که حق عظیم بگردانه همه ما دارند، غریق رحمت واسه خودش بدارد. و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی